خب توی این درس من یه مقدار بیشتر وارد جزئیات این نرم افزار پلاگین در واقع لوکس میشم و توی درس قبلی راجع به پریست ها صحبت کردیم که شما با آوردن کلیکتون روی بخش لوکس میتونید اینها رو ببینید و اگه هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنید و موستون رو پایین بیارید یا روی این کلیک بکنید اون این قسمت لوکس بسته میشه. این طرف شما تولز شما هستش که ابزارهای شما هستن. حالا برای اینکه بخوام روی این تصویر کار بکنم میتونم بیام از همین عنوان اول شروع بکنم و بگم خدمتتون که اینا چیا هستن. اینجا شما یه سابجکت دارین یا در واقع اتفاقی که روی تصویر و روی سوژه شما میفته. به طور مثال اگر شما بخواید بذار من الان اینو درگ بکنم مشخص میشه کاملا. مثلا اگر شما بخواید یه جایی از تصویر رو الان شما دقیقا میبینید که این سوژه من و بازیگر من اینجا داره دیده میشه آیکونش و من به محض اینکه این اسپات اکسپوژر رو اینجا ولش بکنم اضافه میشه به تصویرم. اسپات اکسپوژر میاد روی یه قسمتی از تصویر برای شما یه نور اضافه میکنه. طبیعتاً برای خیلی از موارد این کارایی بسیار بسیار خوبی داره. رنگش هم شما میتونید تعیین بکنید و به طور مثال اینجا میتونید بگید که چند استاپ روشن‌تر بکنه تصویر رو برای شما. این قسمت بیرون فدر شماست، چون اگر این خیلی شارپ باشه مثلا اگه دو استاپ روشن بکنم شما اون لبه ها رو خیلی جدی میبینید و خیلی ناجور میشه. من اگر بیام حتی همین دو استاپ رو اینجا بذارم و این قسمت رو اینقدر نرم بکنم شما میبینید که خیلی راحت تر این اتفاق انجام میشه، چون چشم انسان توی پیدا کردن خطوط خوب خیلی قوی هست و خطوط تیز رو خیلی سریع پیدا میکنه. توی این قسمت سابجکت یعنی شما هر چیزی که اینجا اضافه بکنید حالا لزومی نداره که حتما روی سوژهتون درگش بکنید، ولی اصطلاحاً بیشتر در مورد سوژه شما هستش. حالا من اینجا یه ابزاری دارم به اسم Color Space که اینجا میتونم بیام بهش بگم که تصویر من تصویر لاگ هست و بلافاصله شما همونطور که میبینید یه تصویر قابل قبولی به من میده که حالا من میتونم کار اصلاح رنگم رو روش شروع بکنم. این کالر اسپیس شما اگر تصاویرتون ویدیویی بودن روی ویدیو، اگر تخت بودن، تخت به معنی که با یکی از اون پروفایل های فلت فیلم برداری شده بودن مثل همون سین استایل تکنوکالر یا سینماتیک اون یکی شرکت که نشونتون دادم، این شما میذارید روی فلت. اگر لاگ بودن مثل لاگ رد یا لاگ آلکسا که این رو میذارید روی لاگ. این چند تا تنظیمات داره که مثل saturation یا مثلا exposure که کاملا مشخصه، من فکر کنم نیاز باشه توضیح خیلی خاصی من در موردش بدم. اینجا شما یه سری ابزار این بالای این خط دارید، یه سری ابزار پایینش. این پایین یا در واقع فقط پیش فرضه، یعنی پایین یا یکی از این بالایی هاست که یه سری تنظیمات پیش فرض توش هست. به طور مثال من اگه اینو پاک کنم میتونم بیام اینجا بگم که برای من یه تصویر لاگ رو تبدیل کن به تصویر عادی. ببخشید این نبوده، شولدر این معذرت میخوام. لاگ میبینید شما همین خودش پیش فرض لاگ توی یکی هست. اما کاری که اینجا ما میتونیم با بقیه اینها انجام بدیم، من خیلی سریع بخوام خدمتتون بگم. اسپات اکسپوژر که با هم دیدیم یکی از تصویر رو روشن میکنه. اکسپوژر دقیقاً این باز کردن خود اکسپوژر این دوربین هستش و من اگر بخوام میتونم کل تصویر رو روشن‌تر یا تیره‌تر بکنم. گراد اکسپوژر این خیلی خیلی چیز به درد بخوری هستش. شما اگر این رو درگ بکنید روی تصویر به شما یک گرادیان میده که شما میتونید از اون استفاده کنید برای روشن کردن یا تیره تر کردن تصویر. به طور مثال اگه من استاپ رو پایین ببرم این تیکه تصویر سمت چپ تیره میشه، قسمت دست
ببخشید دست راست تیره میشه، دست چپ روشن، و شما الان میبینید خیلی راحت میشه تمرکز روی این بازیگر رو با یک کلک به این سادگی بیشتر کرد. یعنی شما الان اگه این رو آن آفش من بکنم، میبینید که چقدر تمرکز روی این بازیگر بیشتر میشه بدون اینکه خیلی این اتفاق دیده بشه و جلب توجه بکنه. باز رنگش رو شما میتونید تعیین بکنید، مثلا فرض کنیم چون آسمون آبی رنگ هست و احتمالا این نور که اینجا میاد ممکن نور آسمون باشه، ما میتونیم آبیش بکنیم و من حالا این آن آفش میکنم. شما یه حس آبی آسمونی تقریبا داره. ابزارهای دیگه که اینجا هستش ممکن خیلی به دردتون بخوره، کنتراست که کاملا مشخصه چی کار میکنه، کال کنتراست، کنتراست فقط رنگ های شما رو زیاد میکنه، و اکسپوژر کامپنسیشن هم میاد تصویر شما رو به نسبت اون روشنتر یا تیره تر میکنه. این کال کنتراست هم که کاملا مشخص کنتراست رنگ شما رو اضافه میکنه. اینجا مثلا این کام مهمهاش رو تو این درس خدمتتون بگم، یا حالا اونه که ممکن متفاوت و عجیب باشه، اگر چیزی هم باشه که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه اونا رو توی درسای بعدی میگم خدمتتون. به طور مثال اینجا ما کوروز رو داریم که کاملا شبیه همون چیزی که شما توی فتوشاپ دارید، وارم کول که گرم یا سرد میکنه تصویر شما رو، کیو سچوریشن کاملا مشخصه، این همون چیزی که توی فتوشاپه. پاپ شاید یکی از چیزایی باشه که یه ذره عجیب باشه، این میاد کنتراست تصویر شما رو با سچوریشنش رو یه ذره بیشتر میکنه. معمولا راستش من استفاده نمیکنم ازش. یه چیز خیلی عجیب اینجا هست که یه اشکال و ایراده به اسم کروماتیک ابریشن، و اون هم این هستش توی لنز هایی که خوب نباشن رنگ های RGB شما درست روی هم منطبق نمیشن. مشکلی که وجود میاره یه همچین چیزیه. اگر سنسور دوربینه شما، مثلا اون حالا یه ذره دوربینه قدیمی تر که 3 تا سنسور داشتن RGB، درست کار نمیکرد، هم همین مشکل به وجود میومد. تصاویر VHS رو شما اگه خاطرتون باشه یه همچین حسی داشتن، شما مثلا آبی درست سر جاش نبود یا قرمز درست سر جاش نبود، علتش همین مشکل کروماتیک ابریشنه. این مثلا قرمزی که شما اینجا می‌بینید دویدگی داره، یا به طور مثالی همچین آبی که اینجا دویدگی داره، باز به خاطر همین هست. من فکر کنم کسایی که با تیپ های قدیمی کار کرده باشن این افکت رو خیلی خوب خاطرشون باشه. این کروماتیک ابریشن رو شما میتونید اینجا دستی اضافه بکنید، مثلا میتونید بیاید تصویرتون رو بگید رنگ های زردتون و آبیتون یه مقدار دویدگی داشته باشن، یا بالعکس مثلا قرمز سایان، فرض کنید شما سایان ها دویده باشن توی قرمز یا بالعکس. و این همونطور که شما میدید یه همچین حسی اینجا ایجاد میکنه، و شما میدید یه مقدار تصویر رو عوض میکنه به خاطر اینکه همون اتفاقی که توی لنز افتاده بود رو سعی میکنه به وجود بیاره، که این اشکال لنزه و اون مشکلی که لنز اینجا ایجاد میکنه. اگر خواستید میتونید ازش استفاده بکنید، بعضی خوششون میاد از این افکتی که ایجاد میکنه، مخصوصا توی ابعاد کوچیک، برای اینکه یه ذره اصلا تصویر رو از اون شارپ بودن و از اون خیلی تمیز بودن و خیلی چیز بودن در بیارن. بعضیا مخصوصا توی موشن گرافیک الان خیلی مود شده اینو اضافه میکنن. چیز دیگه که اینجا هستش و من بخوام خیلی راجعش صحبت بکنم، چند تا هستش که من توی درس، البته نه تو درس بعدی، چرا تو همین درس میگم خدمتتون با یه تصویر دیگه. اینجا من یه همچین تصویری دارم، میام اینو اضافه میکنم. یه چیز خیلی خیلی به درد بخوری ما اینجا داریم به اسم سابجکت شادو هایلایت. شما توی فتوشاپ ممکنه اینو دیده باشید. اگر هایلایت های شما خیلی شدید باشه، این میاد هایلایت کمشون میکنه و شدت اونها رو کم و زیاد میکنه. شادو میاد این تیرگی خیلی ناجور تصویر شما رو میگیره. من اگر اینجا الان اسکوپم رو روشن بکنم، قاعدتا اینجا دیده میشه. به طور مثال من اگر توی هیو لایتنس باشم، اینجا شما میتونید ببینید با کم و زیاد کردن این شادو
که چه اتفاقی توی تصویر ایجاد میکنه. الان یه همچین گرافی دارم، ولی اگر من بیام اینو بیارمش روی یک، شما میبینید که یه همچین اتفاقی براش میافته. خوشبختانه تصویر رو خیلی خوب حفظ میکنه کیفیتش رو و نابودش نمیکنه، یعنی این خیلی تر و تمیز این کار رو انجام میده. به خاطر همین یکی از چیزایی که من خیلی ازش استفاده میکنم، مخصوصا برای تصاویری که آندر اکسپوز شده باشن. اینجا توی این قسمت داستان چون گوشواره این آبسر خیلی مهمه وجودش و حضورش، من ترجیح میدم یه خورده تصویر روشنتر باشه. اگرم بخوام میتونم بیام اینجا مثلا این اثبات اکسپوژری هم که قبلا جوش صحبت کردیم و بذارم این وسط، به طور مثال یه خورده خود این رو روشنتر بکنم، حالا مثلا فرض کنید شما 6 دهم استاپ، و خود سایه ها رو حالا اینقدر دیگه روشن نکنم، مثلا یه چیزی باشه. الان شما ببینید فقط با همین دو تغییر کوچیک خود این گوشوار الان خیلی بیشتر دیده میشه و خیلی بیشتر به چشم میاد. یه عنوان خیلی مفید و به درد بخور دیگه هم اینجا هست، اسم کازموز، که البته بازیگر من اینجا پوستش خیلی خوبه، ولی حالا روی همین من توضیح میدم، باز میشه رو همین هم دید. کازمو میاد یه مقداری روتوش دیجیتال میکنه پوست بازیگر شما رو. اینجا شما یه چیزی دارید به اسم اسکین اوورلی که میتونید ببینید رنگ پوست کجا هست. اینجا خب مسلما من خیلی تصویرم جاهای دیگه ای داره که پوست نیستش، ولی نرمافزار فکر کنه که پوسته چون رنگ پوسته، از دید نرمافزار حداقل. شما اینجا میتونید بیایید اسکین کالر رو واسش تعیین بکنید و این شو اسکین سلکشن میاد نشونتون میده که کجاها الان انتخاب شدن. به طور مثال الان کجاها رنگ پوست من هست، فرض کنید اینجاست بیشتر جایی که رنگ پوسته، و حالا تولرانسش هم میتونم یه ذره بیشتر بکنم و نرمتر هم میتونم بکنم این انتخاب رو. حالا اگر شما بخواید میتونید خود رنگ پوست رو از اینجا تغییر بدید، یه خورده روشنتر و یه ذره بیشتر به زردی بزنه، و اگر بخواید میتونید یه ذره نرمترش بکنید. به خاطر همین میگم یه گریم دیجیتال انجام میده. الان شما میبینید پوست بازیگر و مخصوصا اگه بیشتر روش زوم بکنم شاید بهتر مشخص باشه. بذارم من این رو صفر میکنم، حالا این بزنم که یه 30 که مشخص باشه یا 20 که کاملا مشخص باشه، تفاوت شاید خیلی زیاد باشه، 10 شاید مناسب تر باشه. الان شما میبینید من قبل و بعد رو اگه بخوام ببینم کاملا مشخصه که چی کار میکنه، مخصوصا برای تصاویر دیجیتال که شما اکثرا دیدیم خیلی مشکل شارپ بودن پوست رو دارن، این ممکنه کمک بکنه به شما توی خیلی از موارد. توی این قسمت من فکر کنم مورد دیگه ای نباشه که بخوام من توضیح بدم خدمتتون. راجع به این موارد دیگه توی درس‌های بعدی من بیشتر صحبت میکنم.